ما تا الان برنامه نویسی کردیم، برنامه نویسی ساخت یافته بوده و برنامه نویسی تابعه بوده. چه برنامه نویسی تا الان انجام دادیم؟ برنامه نویسی ساخت یافته و برنامه نویسی چی؟ تابعه. الان میخوام یه سبک دیگه از برنامه نویسی رو بگم، بشیم برنامه نویسی شیگرا. به این سبک برنامه نویسی چی میگم؟ برنامه نویسی شیگرا. Object Oriented Programming اصلا همه میاد. OOP هم چیه؟ Object Oriented Programming برنامه‌نویسی شیگر. تو این سبک برنامه نویسی واحدهای ما تبدیل میشن به اشیا. اشیا از روی چی ساخته میشه؟ اشیا نمونه های از کلاس ها هستن. پس یه بار توضیح میدم. اینجا واحدهای برنامه نویسی اون اشیا هستن. و اشیا چیا هستن؟ نمونه هایی از کلاس ها هستن. خب بگیم Object Oriented Programming. حالا من چی میگم؟ میخوام ببینم چجوری میتونم یک کلاس به وجود بیارم. کلاس موجودیت هایی که ویژگی ها و رفتار یکسان رو دارن و در قالب کلاس مطرح میکنیم. مثلا من میگم ماشین. ماشین منظور من مثلا پرایده، لزوما 405 چه میدونم ماشین لباسشویه. نه ماشین ضربه بگو. ماشین یعنی اون یه بدنه داره، چرخ داره، درسته؟ حالا ممکنه یه ماشین مثلا مثل پراید مثلا 4 تا چرخ داشته باشه، یه ماشین ممکنه یه ماشین عظیم و جسته باشه، بزرگتر باشه، درسته؟ همه اینا ماشینه. حالا مثلا من میگم ماشین صدا. ماشین صدا به چه ماشینه میگی؟ مثلا 405 و پراید اینا ماشین صدا. میگیم ماشین شاسی بلند. دوره کلاس تو ذهنتون چیه؟ تغییر پیدا میکنه. ویژگی هاش یه ویژگی های یکسانی میشه. خب به میگیم کلاس. حالا من میگم از ماشین مثلا صدا یه پراید سفید رنگ مدل مثلا 98 به شماره پلاک فلان. اینی که الان گفتم ما بهش میگیم شی. به این چی میگه؟ بهش میگیم آبجکت. یعنی مثلا من بغل خیام میگم منظورمون این ماشینه. یعنی اون از صفات که وجود داره مقدار گذاری میشه. درسته؟ اون صفات که وجود داره مقدار گذاری میشه. یه کلکی که دلالا میزنم موقع ماشین فروختن. شما مثلا میری یه ماشین میپسند نمیدی مثلا یه ماشین مثلا یه پراید مثلا نرم و مثلا مدل فرض کنید 160 تومنه بیرون اون طرف مثلا 150 تومن داریم میگه خب 10 تومن زیر قیمت داریم میگه تمام میکنی میری باشو میکنه قولنامه نوشته درسته یه پول بهش میدی بعد میری سند بزنی سند که میزنی یه ماشین دیگه به تحویل میده همون سفید بوده منطقه مثلا یه ماشینی که مثلا تصادفی چرا؟ چون موقع که اون ماشینی که دیده عکس نگرفته از شماره پلاکش اینم اشیا پس میگیم چیه؟ میگیم از روی کلاس ها چی میشه؟ ساخته میشه. حالا کلاس ها چجوری تعریف میکنیم؟ میگیم کلاس مثلا چی؟ کار. کلاس اینجوری تعریف میکنم. اگه هیچ پراپرتی بهش مشخص نکنیم میزنیم پس. اوکی. توی کلاس دو تا جنبه داره. هم پراپرتی داره هم متد داره. هم پراپرتی داره هم متد. پراپرتی میشه ویژگی هایی که اون داره. متد میشه توابعی که اون کلاس انجام میده. مثلا کلاس کار یه پراپرتی بیشتر براش در نظر نمیگیرم چون ببینید وقتی شما براش شیگر انجام میدیم
برنامه نویستون داده محور میشه، این کلاستون خیلی بزرگ میتونه باشه، خیلی کوچیک میتونه باشه. مثلا ماشین رو بخوام پراپرتی ماشین رو بگین، میتونه سرعت باشه، حجم موتورش میتونه باشه، میتونه وزنش میتونه باشه، درسته؟ خب دیدی مثلا وقتی ایران خودرو میخوای بری ماشین مثلا انتخاب بکنی، یه کد نوشته، نمیشه کلاس مثلا رانای نمیدونم 1275، دیدین؟ برایش یه کد میده. بعد اون کد که میزنی تو اون پیج مثلا ایران خودرو میبینی یه دونه پراپرتی براش میاره، میگه مثلا آینش این شکلی، حجم موتورش اینه، 1000 تا پراپرتی بهتون نشون میده. حالا 10000 تا پراپرتی بهتون چه بیان نمیکنه که اینو تو استاندارد خودشون دارن. منتها این که من چه پراپرتی رو الان میام مدل سازی میکنم به این مفهوم میگن ابستراکشن. این که من چه پراپرتی رو میام مدل سازی میکنم به این میگن چی؟ ابستراکشن. این ابستراکشن رو تو کتاب شیگره وقتی میخواد توضیح بده، کتاب از خیلی کتاب قشنگه، نویسندش هم یادم، اولش اینجوریه، یادین از اون گربه‌های پرشین رو نقاشی عکس گرفته، دو تا خانم، یکی این ور گربه، یکی اون ور گربه، یکی از این خانم‌ها از این حاج خانم‌هاست که مثلا گربه نگه می‌دارن، اون ور یه چیز قیافه تکیده بیولوژیستی داره که اصلا می‌بینه با خودش دعوا داره اینک فلان. این حاج خانم اون گربه رو ابستراکشن، اینجوری گربه رو رو سرش اینجوری ابر کشیده، به صورت مثلا یه دونه گوله کاموا می‌بینه که مثلا دوتا چشم داره، خب اینجوری داره نگاه میکنم. اون یکی مثلا سیستم عصبی و سیستم نمیدونم از این چیزا رو میبینه که من چیزه به درد نخوره معمولا. خب به این مفهوم میگن ابستراکشن. به این مفهوم میگن چی؟ یعنی مدل ذهنی که من از اون شی دارم میسازم، که من مدل ذهنی فقط اینجا شی در نظر میگیرم، یه دونه اسپیک در نظر میگیرم، درسته؟ خب میام میگم حالا if name مساوی چی؟ main. میگم مثلا پراید، آقا پراید هم شد ماشین، قبلا چیز بود، قبلا پیکام بود، هر جا نگاه میکرده پیکام بود، الان شده پراید. پراید هم که دیگه دور خارج شد دیگه، چی میشه؟ پشه سفید، نمره کرد. اصلا کوچه ها نگام که مثلا 10 تا ماشین بود، هر 10 تا پیکان بود، اینجوری بود، چیزی افتضاح. بعد من فهم کردم فقط ایرانه، این مستند چیز هست، جرمی اینا چیه ساختن؟ یه دونه بود از گرجستان، اون روز من نمتولید، از گرجستان اومدن آذربایجان. اصلا جالب بود، یه جا شد شد تهران، پلاک گفت خب اینجا که میره تهران هنوز به مجوز ندارم، مجوز دارم اونوری هم میره. بعد آذربایجان که رسید اینجوری میگرد، میگم هر ده سنه یه دونه لادا ول میکنم میاد این بر خواست سبقت بگیره لادا. این لادا روسیه فکر کنم اگه اشتباه نکنم، که الان قرار شده ال90 هم لادا، ال90 جهد میخوام بزنم لادا بزنم. میگم هر ده سنه یه دونه لادا رو هم میکنم میاد اینجا. این هم پراید خودم بود. خب پرینت میکنم چی رو؟ پرایدو. خیلی برنامه خوبی اون برنامه واقعا. من که ندیدم اینا، مثلا توی تلویزیون بعضی موقع شبکه، یه شبکه داریم UHD، شبکه برای خودمون UHD طبیعت اینو نشون بده، یه مستند فیلم هم در روز شاید نشون بده، بعضی موقع یکی از قسمت های نمیذاره. خب ببینید چی نوشیم. پرینت پراید چی نوشت؟ نوشت پراید یه شیه از نوع کلاس و کار، این هم آدرس حافظش. دوباره که نوشیم پرینت کار چی نوشت برامون؟
اینو نوشت درسته؟ نوشت کلاس کار. پس فرق پراید با کار چیه؟ پراید شی حافظه بهش تخصیص داده میشه. برای شی چی تخصیص داده میشه همیشه؟ حافظه. ولی کلاس لزوما حافظه ای؟ بله. دیکشنری نه. دیکشنری نوع داده است. دیکشنری نیستش. نه. اینجوری نگیم بهتر. چون بهش تابم اضافه میشه که الان امروزه بتونم میگم بهتون. حالا من اینجا میام میگم آقا پراید. میام میگم مثلا یه دونه پراید داریم. یه 405 هم داریم. درسته. میام میگم بیا پرینت بکن. کار داد اسپید کار داد اسپید کجا سارتا به پنج داد چی؟ حسطا چیه؟ سفیر ها سفیر سفر یه سوزی سفره درسته؟ سفر همون صفر دیگه یعنی چی؟ یعنی ماهی که هیچی توش نیست بدبختیه. خب بهم می‌نویسم کار داد چیه؟ اون که بله حتما اونجوریه متا معنی لغوی سفر رو گفتم چون اینا مربوط به اسلام نیستش از قبل از اسلام بوده اینا کلن اعراب توی ذی‌حجه وضعشون خوب میشه دیگه به خاطر حج نفت که نداشتن قدیم تجارت بود بعد از ذی‌حجه چی میشه ذی‌حجه که تموم میشه چی شروع میشه نه محرمه بعد از ذی‌حجه ذی‌قعده از ذی‌حجه است محرم سفر محرم اینا محرم که بوده وضعشون خوب بوده چون زیاده تازه تموم شده بوده ولی به سفر که میرسیده به وضع چی میشده؟ یه ماه هشت در ورده بودم جالب خب کار اون چیز رو باید بکنم بزرگ بنویسی کار داد اسپید بزرگ هر ببینید من کار داد اسپید رو کردم چیز سر هر سه تا چی شدن؟ سچ حالا من میام میگم آقا pride.speed رو بکن 200 pride 200 میره؟ یه زوی یعنی تو با pride 200 رفتی؟ فکر نکنم دویست سو برم هشت سو برم باید میره بسی که دارم خودو برندش برای دارم دارم مدل هشت و پنج بابا نه داره بابا نه تور با خب تور نه اون دستکاریش کردی دیگه آره مثلا توی مسابقه که هستش بعضی با پراید میرن مسابقه میرن اونا تور رو شاردش میکنن اون یه داستان دیگه دستکاری کردن پراید اون مدل هشت و پنج باید میره گیر نده میره خب ببینید پراید داد اسپید رو از سه تبدیل میکنیم به چی به دیویس چی شد؟ فقط کی عوض شد؟ فقط پراید دیگه 405 چرا اتفاق افتاد؟ چون فقط پراید عوض شد. وقتی اونجا کار عوض هم هر سه تا عوض شد. حالا میام دوباره چی میگم؟ میام آقا کار داد اسپید رو بکن 300. درسته؟ کار داد اسپید بشه 300. خب؟ نه. دیگه پراید 300 نمیشه. چرا؟
چون وقتی من میگم مثلا پژو 405 دات اسپید، خود 405 اسپید براش وجود نداره، از اسپید کلاسش استفاده میکنم. ولی اگه اینجا اومدم گفتم پراید دات اسپید بکن 200، دیگه اینجا می نویسم پراید دات اسپید، خودش اسپید داره. حالا داستانش خیلی مفصل تره. خب حالا مثلا من اینجا میگم آقا دیلیت بکن پراید دات اسپید. ماشینی داریم مثلا تو خارج 300 تا بره؟ نه مثلا توی استانداردش باشه مثلا اون بوگات، یعنی مثلا 300 داره توی اون 400 هم همین جرمی بود، یه قسمتش خیلی جالب بود، با بوگاتی بودن چی بوده؟ شفته بود ایتالیا، بعد گفت اینجا سرعت پایین میری جریمه میکنن، گفت بعد تعریف میکنه، نمیدونم چرت و پرت هم زیاد میگه، گفت اینجا من یه بار پلیس جلومو گرفت جریمه هم کرد، سرعت هم مثلا کم بود 100 تا بود چی، گفتم چه جریمه، گفت شما سوار بوگاتی هستی خیلی یواشی رو میبود باید با سرعت بیشتری باید بگه چه در قد یواشی رو میبود خودش بیشتر میشه آلمانه میگی؟ نه کلا آزاده. آها آزاده هاشون شینگه. کشور وقتی رد میشه همش پولیش حساب. آها. قسمتش که رفت بودن عربستان دیده بودن؟ نه عربستان. پولیس که جریمه شون کنه. وقتی ماشین ماخته برزده. با فرالی و بنز و اینا میاد جریمه. من تعجب کرد. اونا با فرالی اومده بودن. خیلی دیوونه واقعا دیوونه ها. یه قسمت بود پچه شد رسیدیم به اینجا که من اگه دیلیت بکنم pride.spdo ببینید اجرا بکنیم چی میشه، دیگه میشه 300، دیگه اون وقت pride برای خودش speed نداره، از speedی که استفاده میکنه. خب من بهم میگم استاتیک پراپرتی، بهم میگم چی؟ استاتیک پراپرتی. خب این بذار همینجا